خب وقتی نقطه ذوب بره بالا برف دیرتر آب میشه دیگه، یهو میبینی دمای هوا شده مثلا 4 درجه، آقا 4 درجه که باید آب بشه، یخ باید آب بشه، ولی چون دمای ذوب اومده بالا مثلا دمای ذوب اومده رو 5 درجه به خاطر افت فشار، خب در 4 درجه ما همچنان برف داریم، همچنان یخ داریم. این میشه دلیلش، این میشه دلیلش. پس بنویسیم فشار کمه، دمای ذوب بالاتر از صفر است. پس به این دلیله که این دیرتر آب میشه، به این دلیله که دیرتر آب میشه. بچه آنتراکتمون رو باید بزنیم یه 10 دقیقه دیگه که حالا حداقل تهران از آن بگویند. خب تازه تهران رو فکر کنم 8 نه؟ آره 20 دقیقه دیگه. خب سوال 8 الف میگه دمای جوش هر ماده به چه عواملی بستگی دارد. دوباره بچه همونه که گفتیم دیگه، دوباره همونه که گفتیم، باز دوباره جنس مادهمونه فرق میکنن با هم، فشارمونه و ناخالصی. این امیر محمد چی میگه؟ امیر محمد یه زیرنویس برو مدرن تاکینگ چی هست؟ بزن تو گوگل ببین مدرن تاکینگ چیه که میگه بذاریم. قسمت ب میگه چرا مواد غذایی در یک زودپز بهتر و زودتر میپزد؟ بچا زودپز میدونی چرا توش اسمش روشه دیگه، زود میپزه. چرا زود میپزه؟ زودپز میاد فشار رو زیاد میکنه، فشار هرچی بیشتر بشه دمای جوش آب چی تر میشه؟ بالاتر میره. مثلا آب به جای صد درجه توی مثلا 105 درجه به جوش میاد. پس به جای اینکه غذای من ماکسیموم، بچه آب می گفتم دیگه بالاتر از دمای جوشش نمیره، به جای اینکه ظرف من اون محتویاتش غذای من به 100 درجه برسه به 105 درجه میرسه. خب وقتی دما بیشتر باشه سریعتر میپزه دیگه. پس حالا تو ناحیه کوهستانی، پس به جای اینکه نمک بریزی به قولی که بچه غذاتون شور بشه میتونید از زودپز استفاده بفرمایید. پس دلیلی که داریم اینه که افزایش فشار که نتیجهش میشه افزایش دمای جوش. بچه ها یه چیزی بگم، سوالات توضیح دادنی رو آب ببندید بهش. من اینجا دارم خلاصه طور می نویسم، توی امتحان تشریح تا میتونی بنویس، بعدنم هی اینو تأکید میکنم، تا میتونی توضیح بده و بنویس. حتی اگر سوالی رو بلد نیستی، چه تشریحیه چه حتی عددی، خالی نه، هیچ سوالی رو خالی نذار، هیچ سوالی رو خالی نذار. اگه تشریحیه یه شروبری از خودت در بیار، حق بنویس، حق جوهرتو بگیر. اگر عددیه بابا موضوع اون سوال که میفهمی دیگه، هر چقدر بلد نباشی موضوع سوال فرمولاشو بنویس، اون عددا رو به زور یه جاگذاری بکن، یه چرتی از توش در بیاد، نصف نمره رو بگیری، سوال خالی نذار توی امتحان تشریح. وقتم که زیاده دیگه، وقتم زیاده، کلا میخوام بزنم 17 تا سوال 18 تا سوال بده 2 ساعت تایم میشه. بنویس، حق جوهرتو بگیر. یا این معلم اون همه برگه است، تو انقدر واسش سوال تشریحی رو سوال توضیح دادنی رو نوشته، اصلا حال نداره اونو بخونه، نمره تو میده بنویس، فوقش نمیده دیگه. آقا بدتر از اینکه فوقش نداره، چیزی از دست نمیدی، بنویس. بنویس، قول میدم یه چیزی به دست میاری، بنویس، یادت نرو. خب اینم والله سری ترفند متقلبانه. نو درستی یا نادرستی عبارت زیر رو تعیین کنی، بفرما صحیح غلط. همه تیپ ها رو داریم بررسی میکنیم. میگه وقتی دمای جسمی کاهش مییابد، میانگین انرژی جنبش ذرات آن هم کاهش مییابد. بچه کاملا درسته دیگه، بهتون گفته بودم دما متناسب با متوسط انرژی جنبشیه. ب وجود ناخالصی در مایعات نقطه انجماد آنها را افزایش میدهد. من یخ دارم میخوام روش نمک بریزم، نقطه انجماد افزایش پیدا کنه، یعنی به جای صفر توی 5 نقطه انجماد و ذوب. بچه ها یکی انا
نقطه انجماد و ذوب یکی انا، یعنی به جای صرف تو 5. خب لعنتی، یعنی ما اگه دمامون خورشید بزنه به 4 درجه هم برسه که اون یخه آب نمیشه، بدتر کردی که بیشتر باعث یخ زدگی بیشتر شد. پس باید دمای ذوب رو ببری پایین که در دمای منفی هم